بالا بودن فشار مغزی معمولاً بی علامته تا اینکه یه مدار طولانی میشه و عوارضش رو ما میبینیم. پس یادمون باشه فشار مغزی اگر بره بالا معمولاً نمودش یه مقدار طول میکشه تا با عوارض خودش نشون بده. بیشترین چیزی که ما میبینیم سردرده، بیشتر سردرد خودش رو نشون میده و بعدش ممکنه کاهش دید پیدا کنه فرد یا اینکه دوبینی پیدا کنه. وقتی فشار مغزی میره بالا شایع ترین عصبی که درگیر میشه عصب شیشه و چشم ممکنه دوبینی پیدا کنه، به سمت خارج حرکت نکنه. تو ایشون مشکلتون چی بودش؟ اگه زوم کنی رویشون مشکلتون با چی شروع شد؟ با سردرد شروع شد. چه مدت سردرد داشتین؟ دقیقاً یه هفته تمام سردرد. الان چه وقتی این مشکل شروع شده؟ یعنی 4 ماه شما سردرد داشتین، درسته؟ افت دیدتون، کاهش دیدتون از حدود چه مدت بوده؟ دقیقاً از خرداد ماه شروع شد دیگه. کاهش دیدتون هم اون زمان شروع شد؟ بله. حالا افت دیدشون خب خیلی شدید شده و رفته رفته بیشتر شده، الان به سختی 1.5 متر رو میتونه ببینه. اون چشتون بهتره، درسته؟ اونو بگیرین، اون چشتون رو بگیرین، اون بهتر میبینین. ولی حالا این یکی اونو بگیرین، برعکس بگیرین، اون با دست ببندین چشتونو. این الان میتونیم بگین چند تاست؟ یعنی الان این فاصله 1.5 متر هم نمیتونن بگن. پس حالا عکسشو با هم میبینیم که چیکار کنیم. برای این مریضه که فشار مغزشون بالاست و مشکلات چشمی دارن یا حتی بدون مشکل چشمی، ما حتما بایستی معاینه چشمی بکنیم. ببینین اگه تشریف بیارین جلو، تو ایشون انقدر سر عصبشون ورم داره، حتی یه جاهایی خون رسانش مختل شده و زوم کنیم بیشتر، این نقاطی که شما میبینین انگار سکته کرده، ما کاتمول اسپات میگیم، کلن یه ورم خیلی شدیدی هر دو سمت داره. و میایم این پایین، شما اگه ببین پایین تر، بله اینجا شبیه آتش فشان شده، اینجا برجسته شده، این نشونی ورم خود سر عصبه. الان این چشم راستش، این یکی هم به این ورتر چشم چپش هست. تو اینجا هم بازم به اصطلاح هم ورمش، تو اون عکسی که دیدیمش اینجا چقدر ورم داره. و حالا میام مرکز رو بیام بررسی بکنیم، یه میدان دید که گرفته شده، ببین تماما سیاه هست، این چشم چپش، این چشم راستش که ملاحظه میفرمایین. و بیام پایین تر و این ماکولا نشون میده مرکز دیدش هم ملاحظه میفرمایین، ورم حتی مرکز دیدش هم درگیر کرده که مایه زیر ماکولاش رفته و ادم کرده.